نصف بیشتر پلیرای دارک سولز گفتن از باسای الدن رینگ به هیچ وجه خوششون نیومده. دلیلم داشتن، چون تمامی باسای دارک سولز منحصر به فرد و بالانس بودن یه جورایی. ولی با این حال همونطور که نمرات بازی نشون میده، بعضی هم هستن که عاشق الدن رینگ و باساش شدن. الدن رینگ با منتشر شدنش اومد کل باسایی که سازنداش توی بازیای قبلیشون مثل دارک سولز ساخته بودن رو به چالش کشید از نظر طراحی. اینجا بهتون میگم چرا و چطوری این کارو کرد، چطوری کاری کرد پلیر رو در برابرشون بیستن. بچه هم میتونین بگین دقیقا به کدوم دشمن ها میتونین بگیم باس؟ اونایی که سر راهمون پرسه میزنن، اونایی که تو غارن، دشمنای غول پیکر، دشمنایی که یه منطقه خاص دارن، یا دشمنای افسانه‌ای؟ کدوم یکی از اینا رو میتونین بهشون بگیم باس؟ توی بازی‌های قبلی باس‌ها اونایی بودن که بالای خط خونشون اسمشون هم بود. اگه اینطوری حساب کنیم پس الدن رینگ میشه گفت 80 تا باس منحصر به فرد داره. ولی واقعا 80 تا هستن به نظرتون؟ ممکتیر که ورژن تقویت شده دشمنایی که توی منطقش وجود دارن، دشمنایی که فیا میندازه به جونمون، هم که قبلا توی نبرد با ردان باشون آشنا شدیم و روحن اینجا، انسستر اسپریت رو هم که میشه دو جا باش فایت داد زیر زمین، ماگما ورم هم که خیلی جاها میشه پیدا کرد توی غارا، کوه گلمیر و والکینو منر، لئوناین هم که اولش یه باس آپشناله، بعدش در کنار یه کروسیبل نایت که اتفاقا اینو هم میشه خیلی جادید ظاهر میشه در انتهای یکی از غارها و همچنین به عنوان یه دشمن معمولی هم در نهایت میشه باش فایت داد. اژدهایان بازی هم که همشون مثل همه اتکاشون، خیلی جا هم باشون فایت میدیم. استل یه دونه کپی از خودش توی منطقه برفی داره، دراگن کین هم که چند بار زیر زمین باش فایت میدیم، حتی توی لیک آف رات. کماندر نیال هم یه ورژن دیگه ازش رو میشه توی کیلید پیدا کرد که فقط اسمش فرق داره. سنتینلی که توی هلیک تری باش فایت میدیم هم در انتهای کاریامنر دوباره ظاهر میشه، دقیقا مثل بقیه سنتینلایی که توی بازی وجود دارن. گورگردگان هم علاوه بر آکادمی در انتهای یه غارم هست و حتی به عنوان یه دشمن معمولی هم میشه پیداش کرد. گادسکینا هم که چندین جا ظاهر میشن، یا تکی یا دوتایی یا با هم، خیلی جا. این واسه هم که میدونین به عنوان یه بلبرینگ هانتر هم میشه باش فایت داد. گارگویل هم که هم به عنوان باس هم به عنوان دشمن معمولی میشه شکستشون داد. گاتفری هم یه ورژن دیگه از خودش داره که اتکاشون مثل همه، قبل از هورالو البته. مارگیت و مورگات هم که یکی هن، سلاحشون فرق داره، اونم خیلی فرق نداره. فورتیسکس هم که قبلا به عنوان لنسیکس باش فایت دادیم. توی فارومازولا هم که اصلا دشمن معمولیه. ماگرو هم که میشه زیر زمینم پیدا کرد علاوه بر منطقه خودش. حتی گادریک هم توی یه ایورجیل میشه دوباره باش فایت داد. در ضمن اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین بالای کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. حالا کیا موندن؟ آفنیر، رنالا، رایکارد، فایر جاینت، ردان، پروسدوسکس، ملیکس، ردگان و الدن بیست و در آخرم مالنیا. تنها باس های منحصر به فرد الدن رینگ همینان. توی بازی های قبلشون اتک باس ها ترکیبی بود، ترکیبی از اتک های دوربرد و تن به تن که با خط خونشون هم سازگار بود، نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم. به پلیر هم خوب فرصت اتک زدن میدادن اگه باهوش بود، ولی انگار توی الدن رینگ کلن این قضیه رو بیخیال شدن. قبلا میتونستیم با چند بار نگاه کردن و کتک خوردن از دست باس ها نقاط ضعفشون و موقعیت هایی که میتونیم بهشون حمله کنیم و خیلی راحت شناسایی کنیم، ولی توی الدن رینگ واقعا اونطوری که بقیه میگنه نه. یکی از مثالای بارزش همین مارگیته. بعد از اتک زدن مخصوصا توی فاز دوم سری به خودش میاد و ریکاوریش خیلی کمه. اگه سعی کنین برین پشتش خیلی سری ازتون دور میشه و توی این فاصله خنجرم میندازه سمتتون. یه مثال دیگه‌ش هم سخت‌ترین باس بازی مالنیاه. بعد از رقص شمشیرش یه اتک دیگه هم داره که داره 6 تا سامنو میندازه به جونتون پشت سر هم و خودش هم در آخر بهتون یه اتک میزنه. 7 تا اتک خیلی سری که پلیر باید در برابرشون مقاومت کنه. توی دارک سولز هم اینطور اتکایو داشتیم، کی میگه نداشتیم؟ ولی تک تکی باس هایی که اینجوری اتک میزدن، اگه از دست اتکاشون در میرفتیم بعدش 100% بهمون موقعیت حمله میدادن. ممکن نبود بعد از یه همچین اتکی موقعیت حمله واسمون به وجود نیاد. توی الدن رینگ چی؟ همین مالنیا بعد از اتک خودش بهتون یه موقعیت کوچولو میده، ولی در 90% مواقع این اتک رو کنسل میکنه تا نه تنها موقعیت حمله بهتون نده، بلکه با اتک بعدیش سورپرایزتون هم بکنه. اگه این اتک رقص شمشیر باشه که دیگه اصلا هیچ.
باسای الدن رینگ منتظرن پلیر دستش بره رو دکمه هیل کردن تا سری بهش حمله ورشن. اینجا خودمونم میدونیم اگه کارکترمونو هیل کنیم بعدش باید سری آماده جاخالی دادن بشیم. توی بازیای قبلی سخت ترین باس میتونست حداقلش با 2 ضربه کارمونو بسازه، ولی توی الدن رینگ خود دشمنای معمولی ماونتن تاپ این کارو واسمون انجام میدن. باساش هم که خیلی راحت میتونن وان شاتمون بکنن. پلیر باید انقدر کتک بخوره از دستشون تا بالاخره اتکاشون رو دقیق حفظ کنه. حالا نباید حتی یه اشتباه بکنه توی جاخالی دادن. چرا؟ چون اگه اشتباه جاخالی بده باس ها سری میرن سراغ یه اتک دیگه و کارشو میسازن. به نظر میرسه باس های بازی بالانسن ولی نیستن، فقط یه 9 تایشون بالانسن و قبلا دربارشون ویدیو درست کردم. ولی خب بازی درست باسهاشو یکم تغییر داده، ولی از اون طرف دست و بالمون هم خیلی از بازیای قبلی بازتر میذاره. اینجا میتونیم 10 بیلد فوق قدرتمند درست کنیم. حتی بعضی از آیتمای بازی به تنهایی میتونن باسها رو ذوب کنن واسمون. اشاوار هورفراست استامپ توی دمیج دادن و گیج کردن استاده. استت بلاد خیلی سری بهمون اجازه میده قسمت بزرگی از خط خون باس ها رو ببلعیم. شمشیر نایتن فلیم هم که توی روزای اول از چیزی که بودم قدرتمندتر بود و باش میشد هر دشمنی رو وان شات کرد. نحوه به دست آوردن رون و لول اپ کردن هم خیلی راحته توش. کلی روش وجود داره که اتفاقا خود منم قبلا درباره بهتریناشون ویدیو درست کردم. میازاکی هم همینو میخواست، گفته که ما سعی نکردیم درجه الدن رینگو از دارک سولز کم تر کنیم، ولی این دفعه دست و بال پلیرها رو بیشتر باز میذاریم تا با گشتن مناطق مختلف قدرتمند بشن و بالاخره بتونن بازی رو تموم کنن. نیروهای کمکی هم به عنوان سامن میتونن کمکمون کنن. همچنین میشه از پلیرهای دیگه هم در سرتاسر جان کمک گرفت واسه شکست دادن باس های بازی. کمک گرفتن از سامنا یکی از بهترین و لذت بخشترین ویژگی هایی هستش که میشه توی بازی دید. ولی خب حالا چطوری بازی مجبورمون میکنه از این سامنا استفاده کنیم؟ از اونجایی که طراحی باساشون رو یکم دچار تغییر و تحول کردن، اومدن سیستم احضار سامنا رو به بازی اضافه کردن تا پلیر بتونه ازشون کمک بگیره و نبرد خودشو آسون تر بکنه کلن در برابر باسا. حتی سیستم مولتی پلیر و کمک گرفتن از پلیرهای آنلاین دیگر رو هم کلی آسون تر کردن تا پلیرها حتما ازشون استفاده کنن. حالا کی پلیر با خودش میگه بذار از سامن استفاده کنم؟ وقتی یه باس غیر ممکن میبینه سر راهش. اینجا اگه کسی آفلاین باشه و یا هیچ سامن قدرتمندی نداشته باشه دیگه نمیتونه مثل دارک سولز از نبردش لذت ببره. بعضی از باسا انگار فقط واسه کمک گرفتن از سامنا طراحی شدن. تکی هم میشه شکستشون داد، چرا نمیشه؟ ولی حس باسهای دارک سولز رو میدن؟ نه، چون از اونجایی که درجه سختی یه باس واسه تمامی پلیرها یکسان بود اونجا، اینجا به لطف سامنا و بیلدهای فوق قدرتمند واسه یکی خیلی باسها آسونن اینجا و واسه یکی دیگه هم غیر قابل تحملن. بعضیاتون توی کامنت ها بهم گفتین آخرش با فوش باس ها رو شکست دادین. توی بازی های قبلیشون هم میشد تقریبا از سامنا کمک گرفت، ولی مثل الدن رینگ نمیشد فوق قدرتمندشون کرد تا باس و یه تنه حریف بشن و مثل تانک وایسن جلوشون. اتفاقا ممکن بود حواستون رو هم پرت کنن. اول فکر میکنین حواس باس به سامنه، 2 ثانیه بعد میفهمین حواسش به شماست. حالا تا وقتی به خودت بیای خلاص دیگه، گیم اوور. واسه همین کلی از پلیرها گفتن گن زدین به بازی با این سامناتون. همچنین از سازنده درخواست کردن یه درجه سختی حداقل مخصوص پلیرهای قدیمی دارک سولز بذارن که به استفاده کردن از سامنا اعتقادی ندارن. سازنده چی گفتن در جواب؟ نه، ما میخوایم تجربه همه پلیرها یکی باشه از بازی. درجه سختی تجربه پلیرها رو تغییر میده. خب نمیتونین که بگین درجه سختی اضافه نمی کنیم ولی به جاش یه کار دیگه می کنیم تا بازی بالانس بشه. یه کار دیگه شون چی بود؟ اضافه کردن سامنا که مثلا یکم بالانس تر بشه کارت نبردارو. ولی همونطور که دیدین واسه بعضیا بدتر شد، خیلی بدتر. واسه بعضیا باس ها خیلی آسونن الان، واسه بعضیا هم غیر قابل تحملن. بعضیا بهم میگن مجبور شدیم ویدیوی بهترین سامناتو نگاه کنیم چون نمیشد بازیو برد جلو. این بود تجربه مشترکی که میگفتین، تجربه همه پلیرها. الان دیگه از بازی یکیه دیگه، مشکلی نداریم. خب همون دارک سولزه که بهتر بود. وقتی با باس هاش فایت میدادین حس میکردین واسه خودتون طراحی شدن. سخت بودن ولی عادلانه، بالانس بودن قشنگ. اینجا ولی حس بالانس بودن بهتون نمیدن باسا، ولی
این به این معنا نیست هیچ کدومشون بالانس نیستن ها. با کلیک روی صفحه میتونین با بهترین و بالانس ترین باسایی که سازنده ها توی Elden Ring قرار دادن آشنا بشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فیرول.